با سلام و درود و سرویس خبری این ساعت و شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم فریده فانوس خوش آمدید. سرخط اخبار. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان جرگه پشتون‌ها در پاکستان را توطئه آیس آی خواند. جرگه پشتون‌ها از ارتش و شبه نظامیان پاکستانی خواستند که از مناطق پشتون نشین خارج شوند. انفجار بالون گاز در رکتانگ تیل در کاپیسا 17 زخمی بر جای گذاشت. طالبان در تخار یک پسر جوان را تیرباران کردند. کره شمالی جاده‌ها و راه آهن‌های متصل به کره جنوبی را قطع می‌کند. افراد ناشناس در فاریاب یک پزشک و برادرش را به شدت لت و کوب کردند. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان جرگه پشتون‌های پاکستان را کار قراردادی‌ها و اجیران ISI و توطئه این سازمان خوانده است. سیف خیبر بدون نام بردن از کسی گفت این افراد از مجبوریت‌های قوم پشتون سوء استفاده می‌کنند. او در یادداشتی در صفحه ایکس خود نوشته است که این افراد در جرگه، مجالس و تظاهرات حضور می‌یابند و مأموریتی که به آنها سپرده شده را اجرا می‌کنند. این مقام طالبان گفته است این افراد در ازای عمل کردن آجندای ISI عیاشی، امکانات و عنوان‌های قهرمانی کاذب دست می‌یابند. سیف خیبر گفته است که فریب مردم با سخنان بی‌مورد و انتقادهای بی‌اساس در عوض اقدام عملی کاری است که عوامل ISI انجام می‌دهند. آقای خیبر اولین مقام رسمی طالبان است که چنین اتهاماتی را علیه جرگه قومی پشتون‌های پاکستان مطرح می‌کند. برگزار کنندگان جرگه پشتون‌های پاکستان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. اظهارات تند مقام طالبان پس از آن منتشر شد که شرکت کنندگان جرگه پشتون‌ها در خیبر از حق آموزش دختران و زنان افغانستان و تشکیل حکومت همشمول در این کشور حمایت کردند. جرگه قومی پشتون‌های پاکستان رسماً از ارتش پاکستان و شبه نظامیان در مناطق پشتون نشین قبایلی خواست که طی 2 ماه آینده از این مناطق خارج شوند. جرگه قومی پشتون‌ها در پایان جلسات 3 روزه مطالبات خود را در بیانیه اعلام کرد. منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها شام یکشنبه به وقت محلی در حضور هزاران شرکت کننده، بیانیه پایانی جرگه عدالت قومی را قرائت کرد. در این قطعنامه گفته شد که اگر ارتش و شبه نظامیان پاکستان از مناطق پشتون‌ها خارج نشوند، جرگه در مورد چگونگی بیرون راندن این نیروها از خاک خود تصمیم گیری خواهد کرد. جرگه پشتون‌ها با مقررات ویزا و پاسپورت برای مردم دو سوی سرحد مخالفت کرده و تاکید کرد که آنها باید مانند گذشته بدون نیاز به پاسپورت و ویزا به افغانستان و پاکستان بروند. پشتین گفته است که پشتون‌ها با مرز 2 کشور که در افغانستان به نام خط دیورند یاد می‌شود مخالفند و دستور دریافت ویزا برای سفر به افغانستان را نمی‌پذیرند. پاکستان گفته است که برای مقابله با تروریسم و تنظیم امور سرحدی مردم دو سوی مرز مانند دیگر افراد ویزا و گذرنامه معتبر داشته باشند. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در پی انفجار بالون گاز در یک تانگ تیل در کاپیسا دست کم 17 تن زخمی شدند. این رویداد ساعت 8:20 صبح روز دوشنبه 23 میزان در ولسوالی تگاب رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در کاپیسا با نشر بیانیه گفته است که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. بر بنیاد بیانیه این انفجار خسارات هنگفت مالی به مالک تانگ تیل نیز وارد کرده است. تاکنون دلیل وقوع این انفجار مشخص نشده است. این در حالی است که شب گذشته هم باشندگان هرات از وقوع آتش سوزی در سرک هرات کرخ خبر داده بودند.
منابع محلی در تخار میگویند که طالبان یک پسر جوان را پس از تنش لفظی به گلوله بستند. منابع به روزنامه هزارورد میگویند که این رویداد شامگاه یک شنبه 22 میزان در شهر طالقان مرکز تخار رخ داده است. بر اساس اطلاعات این منابع، این جوان حسیب الله نام داشت و طالبان او را پس از لتوکوب در مقابل چشمان مردم به قتل رساند. این جوان باشنده شهر طالقان بود و در یک ساختمان رهایشی به صفت کارمند خدماتی کار می‌کرد. مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که ارتش کره شمالی در حال آماده شدن برای انفجار راه‌ها و جاده‌های منتهی به کره جنوبی است. رویترز روز دوشنبه 14 اکتبر نگاشته است که این اقدام به دنبال افزایش تنش‌های لفظی میان مقام‌های این دو کشور صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش، ارتش کره شمالی هفته گذشته اعلام کرده بود که جاده‌ها و راه‌های آهن متصل به کره جنوبی را به گونه کامل قطع و مرزها میان این دو کشور را مستحکم کم خواهد کرد. چهار روز پیش نیز پیونگیانگ سئول را به ارسال پیام‌های بدون سرنشین برای پرتاب اعلامیه‌های ضد کره شمالی بر فراز این کشور متهم کرده و آن را تحریک سیاسی و نظامی خوانده بود. کره شمالی هشدار داده بود که این اقدام سئول می‌تواند سبب درگیری مسلحانه شود. لی سینگ جونگ سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از ارائه پاسخ در مورد اینکه آیا هواپیماها از سوی ارتش به پرواز درآمدن یا خیر خودداری کرده است. افراد ناشناس نجیب الله نور متخصص داخلی عمومی و برادرش را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به گونه شدید لتوکوب و زخمی کرده اند. منابع به هزارورد می گویند که این رویداد پس از چاشت روز یک شنبه 22 میزان در داخل معاینه خانه این پزشک در جاده هرات این ولایت رخ داده است. بر اساس گفته این منابع، افراد حمله کننده 4 نفر بوده اند که 2 نفرشان از سوی مردم محل به نامهای مهراب و تواب که هر دو برادرند بازداشت شده اند. این منابع می افزایند که هدف حمله کنندگان به قتل رساندن این افراد بوده است. گفتنی است که این رویداد در بسمتری حوزه دوم امنیتی طالبان در شهر میمنه رخ داده است.